روز پنجشنبه است و ما طبق معمول هر روز پنجشنبه کارشناس در برنامه داریم و امروز حاج آقای فاضلی رو با خود در برنامه داریم، پس بهتر است اول بریم و سلام بهشون بدیم. سلام علیکم حاج آقا، امیدوارم که خوب صحتمند باشید. سلام علیکم. سلام علیکم و سلام، تشکر، سلامت باشین. تشکر. و هم در قدم اول سلام عرض میکنم به شما مجریان زحمتکش و بسیار خوب که همیشه با بچه‌ها خدمت میکنین، صحبت میکنین و سلام عرض میکنم برای همه شما بچه های خوب و عزیز و که انشاءالله صحتمند باشید و همیشه برنامه های خودتان را تعقیب میکنید، انشاءالله در پناه خداوند باشید. انشاءالله سلامت باشید آقا که در برنامه تشریف آوردید. بگو آقا، درتون اول هم برای دوستانم گفتیم که امروز میخوایم در مورد صمیمیت، دوستی و با هم بودن صحبت بکنیم. یکی از نکته هایی که بگویم این هست که صمیمیت، خب اینا میتونیم بگیم که یعنی همدیگر ما میپذیریم، یک نوع متحد بودن هم گفتم میتونیم. در آغاز میخوایم که همین دوستی، صمیمیت یا با هم بودن، اتحاد برام بگین که چی هست. بله، بسم الله الرحمن الرحیم. خوب است الان موضوع خیلی خوبی را انتخاب کردین و که با بچه ها با هم صحبت بکنیم. حالا خوب است که اول معنای همین موضوع را بفهمیم که صمیمیت چی هست، دوستی چی هست، اتحاد و با هم بودن چی هست. من خیلی خلاصه و خیلی ساده برای شما بچه ها معنا میکنم. صمیمیت به معنای یک رنگی، به معنای یک دلی و همین قسم دوستی به معنای محبت، خیرخواهی و رفاقت هست. و همچنین اتحاد به معنای یکی شدن، به معنای اینکه با هم باشیم، به معنای اینکه یک جا باشیم. حالا این سه تا معنا رو من خیلی خلاصه برای شما بچه‌ها عرض کردم. پس چقدر خوب است که همه ما و شما با هم یک رنگ و یک دل باشیم، با هم رفاقت داشته باشیم، صمیمیت داشته باشیم، خیرخواهی برای هم دیگر داشته باشیم. یعنی همون چیزی که برای خود می‌خواهیم برای دیگران هم باید بخواهیم. برای اون دوست خود، برای اون کسی که برایشان صمیمیت داریم، برای هم دیگر باید خیرخواهی داشته باشیم. بله. چون ریشه همه اینها، یعنی ریشه صفا و صمیمیت به یک چیز برمیگرده، به یک جوهر برمیگرده. چون قرآن کریم هم در این رابطه خیلی عالی میفرماید. شما توجه بکنید بچه ها و دخترها، قرآن در سوره نساء در اولین آیهشان میفرماید و خلقکم من نفس واحده، ما شما را از یک نفس واحد آفریدم. معنایش این است که همه ما از یک جوهر هستیم. وقتی از یک جوهر هستیم، پس چقدر خوب است که بین هم دیگر صمیمیت داشته باشیم، دوستی داشته باشیم و با هم یک رنگ و یک دل باشیم که بتوانیم یک زندگانی خوب و سالم داشته باشیم. انشاءالله. بله حاج آقا، هر چیزی را ما میفهمیم که از خود نشانه هایی داره. بله. چه با هم دیگه دوست باشیم، چه با هم دیگه صمیمی باشیم. ولی ما دقیق نمیفهمیم که نشانه های صمیمیت و دوستی چیست. پس ازتون میخوایم که برای ما کمی توضیح بدید. بله. ببینید بچه‌ها و دخترها، سوال خیلی دقیقی هست. حالا ما از کجا بفهمیم که فلان آدم با ما صمیمیت داره، دوستی داره؟ نشانه هایش چی هست؟ حالا نشانه های خیلی زیاده داره. من به چند مورد اشاره میکنم. یکی از نشانه های کسی که با ما و شما دوستی دارد، صمیمیت دارد، یکی از نشانه هایش این است که بر رفتار ما و شما، بر حرکات ما و شما نظری مثبت داره، نگاهی مثبت داره. بله. یعنی به ما و شما توجه خیرخواهی داره که ما در معنایش هم گفتیم. خب یعنی همیشه آدمی که با ما و شما صمیمیت داره، دوستی داره، با کارهای خوب تشویق میکنه، سفارش میکنه و از کارهای بد و از کارهای منفی ما و شما رو نهی میکنه. این یکی از نشانه های کسی که با ما و شما چی داره؟ صمیمیت و دوستی داره. بله. نشانه دیگه ایش این هست که همیشه ما و شما رو با همدیگر مهربان هستن. یعنی کسانی که با همدیگر صمیمیت دارن، دوستی دارن، بین خود خیلی مهربان هستن. در این رابطه قرآن هم خیلی عالی میفرماید. قرآن میفرماید رحما و بینهم، اونهایی که بین هم دیگر دوستی دارن، صمیمیت دارن، یکی از نشانه هایش این است که بین هم دیگر خیلی مهربان هستن. بله. این دومین نشانه. سومین نشانهش این است که وقتی عصبانی می شود، خب آدم ها گاه گاهی عصبانی میشه دیگه، غضبناک میشه. بله. ولی زود همدیگر رو میبخشن بعد از اینکه مثلا اعصابش آرام شد، همدیگر رو میبخشن. اینه او عصبانیت خود را، او قهر خود را دیگه ادامه نمیده. باز هم در این رابطه قرآن خیلی عالی میفرماید. بچه ها همیشه صبح ها قرآن بخوانید، خیلی به ما و شما فایده داره. روح ما و شما را روشن میکنه، روان ما و شما را آرامی میده. قرآن میفرماید و اذا ما غضبوا هم یغفرون، اونهایی که با شما صمیمیت دارن، دوستی دارن، زمانی که غضبناک میشه بعد شما رو میبخشن.
یعنی مغفرت میکنه، شما رو مورد عفو قرار میده. این سومین نشانه کسانی که با ما شما دوستی و صمیمیت دارن. و یکی نشانه دیگر هم عرض میکنم، بعد به سوال های دیگر خدمت شما هستیم. در وقت سختی ها دست هم دیگر را میگیرن. بسیار خیلی مهم است. خب ما و شما آدم ها چقدر روزهای سخت داریم؟ هیچ کس نیستن که یک روزی سختی نداشته باشند. اونهایی که توان دارن در روزهای سخت دست هم دیگر را میگیرن و همدیگر کمک میکنن، یاری میکنن، رفاقت دارن، دوستی دارن. این چهارمین نشانه کسانی که با همدیگر چی دارن؟ صمیمیت و دوستی دارن. حالا شاید طولانی بشود، میخوایم که به سوالهای دیگه شما بچه ها و دخترها هم برسیم. بله تشکر آج آقا. بگه آج آقا، حالا که شما این خصلت دوستی و صمیمیت اینقدر گرانبها برای ما توضیح دادین، واقعا از توضیحات شما ما فهمیدیم که دوستی و صمیمیت واقعا عالی است. یعنی هر چقدر بگیم باز هم کم است. یقین. حالا در این زمینه میخوام یک حدیث هم برام بگید. بله. خدمت بچه‌ها هستیم. حالا یک حدیث هم میخوانیم و ظاهرا شعرم داریم. شعرم در این رابطه برای بچه‌ها میخوانیم. خب دین اسلام برای دوستی و برای انتخاب کردن دوست خیلی سفارش کرده. که اولا تاکید میکنه، سفارش میکنه که باید با هم دیگر دوستی داشته باشیم. بله. بعد راههایش هم نشون میده که با چی آدمای دوستی بگیرین، دوست بشوین. حالا ما یک حدیث که از حضرت علی علیه السلام امام اول ما و شما نقل شده است، حضرت میفرماید رفیق و دوست خوب بهترین فامیل هست. خب یعنی عمو دلسوزی که فامیل به فامیل خود داره، به اعضای فامیل داره. بله. یک دوستی که واقعا از اعضای فامیل ما و شما نیست، چون خیرخواهی داره میگه جزء فامیل شما هست، مثل فامیل شما هست. درست؟ بله. و همه قسم در شعر آدمای شاعرم آمده، شاعرم در این رابطه شعر گفته که در مورد دوستی سخن گفته، میگه با چی آدمای باید دوستی بگیریم. یعنی ما با چی آدمای صمیمیت داشته باشیم. اینکه نمیشه با هر کسی آدم دوستی بگیره، چون شرایطم که خیلی خطرناک هست، آدمای خیلی مختلف هم وجود داره در بین مردم. خب شاعر امو دوست خوب برای ما و شما معرفی میکنه، میگه همنشینی تو از تو به باید. با کسی که هم نشین میشی او باید از تو بهتر باشه، خوبتر باشه. یعنی در اخلاق خود، در رفتار خود، در انسانیت خود، تا تو را عقل و دین بیفزاید. یعنی هم در عقل تو اضافه بشود، تو باید از او استفاده بکنی، از عقلش باید چیزی استفاده بکنی که عقل تو مثلا افزایش پیدا بکنه. و هم در دین تو، یعنی در تقوای تو، در تدین تو. ما الحمدلله مسلمان هستیم بچه‌ها، او رفیق ما شما ما رو بیشتر باید به نماز ما، به مسائل دینی ما شما آشنا بکنه، نه اینکه خدای نخواسته ما شما رو به نماز ما، به قرآن ما، به مسجد ما شما بدبین بکنه که اون دیگه نشانه های دوست نیست. و از اون طرف میگه با چی کسا نباید دوستی بکنید، که نهی میکنه، میگه با اینی رقم آدما دوستی نگیرید. باز شاعر در این رابطه خیلی شعر خوب میگه، تا توانی بگریز از یاری بد، یاری بد بدتر بود از ماری بد. میگه از آدمای بد دوری کنید، با اونها نزدیک نشوید. خب ماری بد تنها تو را بر جان زند. مار تنها آدم میگزه، حالا ضرر به جسم آدما میرسانه. اما یاری بد بر جان و بر ایمان زند. اگر خدای نخواسته رفیقی بد داشتیم، یک دوست، حالا نامش دوست هست ولی برای ما و شما خیرخواهی نداره، صمیمیت نداره، او دیگه هم ایمان ما و شما را از بین میبره و هم به جسم ما و شما ضرر میرسانه. پس چقدر خوب است که ما طبق این حدیث چی کسی را دوست انتخاب بکنیم، با چی کسانی دوستی داشته باشیم و چی آدمایی برای ما و شما میتواند دوست خوب باشه. بله. یک سوال دیگه از حاج آقا داریم که ما گفتیم که هم دوست داریم هم دوست خوب. که باید فرق دو تا رو بفهمیم. ولی دوستای خوب و صمیمی خودمو چقدر میتونیم اونا رو بشناسیم؟ بله. ببینید بچه ها، یک کمی در این رابطه در سوال های قبلی هم که ارتباط یک کمی به این سوال اشاره شد، حالا در ادامه همون سوال قبلی باز همی سوالی که جدید شده شما از طرف شما بچه ها و دخترها، خوب است که این سوال از حدیث جواب بدیم. یک دو تا حدیث خدمت بچه ها و دخترها عرض بکنم. ببینید در یک روایت دارد که اگر در شناخت یک کسی شک کردید که آیا واقعا امی دوست ما هست یا نیست، آیا واقعا امی به ما صمیمیت داره یا نداره، اینجا در حدیثی که از امام علیه السلام نقل شده است میفرماید فنظرو الی خلطائه. اگر به یک آدمی شک داره که آیا واقعا او با شما صمیمیت داره یا نداره، حالا میتونید با او دوستی بگیرید یا نه، میگه به دوستانش نگاه بکنید که با چی آدم ها ارتباط داره. اگر واقعا این آدم با
آدمای خوب ارتباط داره، رفقایش آدمای خوبی هستن، شما هم میتونید به عنوان دوست با او دوستی بگیرین، صمیمیت داشته باشین. خب این طبق حدیث. باز راه دومیشی است که بهترین دوست آن است که شما را به یاد خدا بیاندازد، یعنی همیشه شما را بر رحمدلی مثلا سفارش بکنه، شما را مثلا تشویق بکنه. در حدیث هم از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده هست که می فرماید بهترین دوست کسی هست که دیدارش شما را به یاد خدا بیاندازد. خب. بله. گفتارش به علم شما بیفزاید. این بهترین دوست است برای ما و شما. بله. و کردارش شما را به یاد قیامت و آخرت بیاندازد. خب این نشانه هایی هست که در این حدیث آمده، میگه شما اگر خواستین با یک کسی دوستی بگیرین که آیا با او شک و تردید دارین که میتونین با او دوستی بگیرین، میگه اگر آدما طرف مقابل شما همین نشانه ها را داشت میتونید با اونها چی کنید؟ دوستی بگیرید. بله. بعد میگه اگر دیدین که خب این نشانه ها را نداره، میگه از این که مثلا با آدمای بد دوستی بگیرین، باز در یک حدیث دارد میگه تنهایی از رفیق بد بهتر است. از اینکه خدای نخواسته آدم گرفتار یک رفیق بد شوه، همنشین آدمای بد باشه، آدم بیراه ببره، میگه تنهایی شما بهتر است از اینکه دوستان بد داشته باشه. بله. این در رابطه سوال شما. بله، تشکر. خب میگه آقا تو حالا درباره دوستی و صمیمیت برای ما معلومات دادین و گفتین که صحبت بسیار خوبی هم بود. حالا میخوایم درباره اتحاد برام بگید. بله، خیلی خب یک بخشی از موضوع امروزی ما شما مسئله اتحاد بله. معنا کردیم که اتحاد به معنای یکی شدن با هم بودن. خب در این رابطه قرآن هم خیلی سفارش میکنه. قرآن کریم خیلی یک جمله عالی دارد، میفرماید فألف بین قلوبکم، یعنی دلها و فکرتان باید با هم باشد. بله. یکی باشد، یعنی مثلا در کارهایی که با هم مشوره میکنید باید به یک نقطه واحد برسید تا از او کار نتیجه خوب بگیرید. یعنی اگر شما اتحاد و وحدت داشته باشین، یکی باشین در کارها، یک دست باشین، همیشه عزتمند هستین، سرفراز هستین، شکست نمیخورین، پیروزی از آن شما هست. خب در این رابطه اگر وقت داشته باشیم برای بچه ها خوب است که من یک داستانم در این رابطه عرض بکنم. سه و نیم دقیقه فرصت داریم. خیلی خوب، انشاءالله که تا 3 و نیم دقیقه داستان خدمت شما عرض میکنم. انشاءالله. یک پیرمردی روزی بچه های خود را در کنار خود جمع کرد. ظاهرا 7 تا پسر داشت. به بچه های خود دستور داد، گفت بروید هر کدامتان یک تا شاخچه درخت برای ما بیارید. بچه ها رفتن دنبال شاخچه درخت بیارن طبق دستور پدر خودشان. رفتن هر کدام چوبی شاخچه درخت آوردن. بعد پسرها نگاه میکنن که خب پدر برای چی شاخچه های درخت رو از ما خواستن. بعد شاخچه ها رو که آورد پدرش یک جا کرد، یعنی 7 تا رو یک جا کرد. بعد میخواست که همه این 7 تا رو یک جا بشکنانه. هی تلاش میکرد، زور میزد که این چوب ها رو بشکنانه، شکسته نمیشد. خب بچه ها گفتن بابا چی میکنی؟ گفت من میخوام که یک تجربه خوبی رو برای شما در این آخر عمر برای شما بچه ها بگویم که شما شکست نخورید، در زندگانیتان پیروز باشید. بله. بعد هر کاری کردی 7 تا چوب یک جایی شکستانده نشد. بعد گفت بچه ها ببینید، او چوب ها را کنار گذاشت، یکی برداشت، یک تایی بسیار براحتی شکستانده میشد. بعد دومی را گرفت شکسته شد، سومی را. بعد گفت بچه ها این چوب را برای ازی خواستم، این چوب ها را که خواستم برای شما یک تجربه را قصه بکنم، یک داستان را برای شما خاطر نشان بکنم که همیشه در زندگی خود اتحاد داشته باشین، وحدت داشته باشین. یعنی شما مثل این چوب ها اگر همیشه یک دل باشین، یک جا باشین، هیچ وقت دشمنان شما شما را مثلا شکست داده نمیتوانه، بر شما پیروز نمیشه. اما اگر خدای نخواسته بین خود اتحاد نداشته باشین، وحدت نداشته باشین، دشمنان شما یکی یکی شما را جدا میکنه و به تنهایی بسیار به راحتی شما را شکست میده و از بین میبره. بله. چه یک داستان عالی هست که از این پیرمرد به ما رسیده. بله. و برای ما و شما درس وحدت و اتحاد رو میده. واقعا شما بچه ها، دخترها، در کارها، در قریه تان، در فامیل تان اگر اتحاد داشته باشین، وحدت داشته باشین، واقعا در کارهای خود، در زندگی خود نتیجه خوبی میگیریم. همه ما و شما انشاءالله که وحدت داشته باشیم. انشاءالله. و خدا هیچ وقت روزی رو نیاره که ما از طرف دشمن به خاطر از اینکه متحد نبودیم شکست بخوریم. بله. ما چقدر یک دقیقه فرصت داریم صحبت های پایانیتون رو بسیار خلاصه میشنویم. بله.
خدمت شما بچه ها و دخترهای خوب عرض بکنم که همیشه بیننده برنامه خودتان هستین. امروز پنجشنبه بود که در مورد صمیمیت و دوستی، اتحاد و همدلی صحبت کردیم. بله. و این موضوع واقعا موضوع خوبی بود که بعضی سوالها را خدمت شما بچه ها عرض کردیم. طبق سفارشات قرآن باید ما شما یک دل باشیم، یک رنگ باشیم، اتحاد داشته باشیم، وحدت داشته باشیم که در کارها اگر بخوایم نتیجه خوب در زندگانی خود بگیریم باید اتحاد نظر داشته باشیم. خب مخصوصا او موقعی که میفهمیم که خب با مشوره همدیگر به یک نظر واحد به یک نظر میرسیم، باید در او کارها متحدانه پیش بریم، اختلاف نکنیم بین همدیگر. و دیگر در زندگانی ما و شما رفیق خوب خیلی تاثیر داره. بله. و ما خدمت شما بچه ها عرض کردیم که یک رفیق خوب، یک دوستی که با ما و شما صمیمیت داره، رفاقت داره، محبت داره، او را از کدام راه ها بشناسیم که ما خدمت شما بچه ها عرض کردیم. بنابراین در زندگانی ما و شما رفیق خوب و دوستی که صمیمیت داره با ما و شما خیلی تاثیرگذار هست. یعنی بله. در پیروزی ما و شما، در مثلا سرفرازی ما و شما، در عزت ما و شما خیلی نقش داره که ایران باید توجه داشته باشیم که ما نمونه های خدمت شما بچه ها عرض کردیم. و همین قسم در مورد دوستی که چه کسانی را دوست انتخاب بکنیم، خیلی وقت هاسته که دوست داشتنش از نداشتنش برای ما شما بهتر است که نباید اونها را دوست انتخاب بکنیم. بله بسیار خوب، تشکر از اینکه در برنامه تشریف آوردین و این موضوعی که واقعا برای همه ما مهم است توضیح دادین و باز هم سپاس که اومدین در برنامه، دعوت ما رو پذیرفتین. و دوستان نازنینم در این بخش با حاج آقای فضیلی خدافظی میکنیم، اما بریم میون برنامه رو ببینیم و برگردیم. تشکر از اینکه سلامت باشین.